درودی دوباره خدمت هموطنان گرامی. این صفحه اینستاگرام کوهسار بادفره، این پست که قرار دادم، مشخصا این پست رو دارم میگم، این پستش رو بریم ببینیم. ادب و احترام خدمت تک دوستان عزیز گرامی. از بالا که شما بخواید نگاه کنید، با یک محدوده روبرو میشید که این محدوده برمیگرده به خدمتش، برمیگرده به تمدن ایلامی که ما داریم، که خود تمدن ایلام ما سه تا دوره رو داره که از اواخر دوره وسط ما بخوایم در نظر بگیریم رو به دوره اول، یعنی به دوره جدیدش، ما با همچین سبک هایی روبرو میشیم که شما میایید وارد محدوده میشید، میبینید که در دل کوه اومدن یک راهی رو زدن که زیبایی های تاریخ ما رو، ما چپهای پیش داخل لایف صحبت کردیم براتون در مورد تمدن ایلام و توضیحات جامعی رو بهتون دادیم که به دردتون خواهد خورد. خب میایم اینجا میبینیم که در دوران خودش و در تمدن ایلام در دل این صخره میان یک صخره ای رو کاملا تراش میدن، یک راه بسیار زیبا رو در این ارتفاع میان درست میکنن که شما اگر نگاه کنید، خب به محدوده جلو ما که نگاه میکنیم، خب کسایی که در مبحث باستان فعالیت هایی رو دارن قطعا میدونن که اینجا چی بوده. یک دره و میای بالا، شاید اگر هم ندونید بذارید خودمون بهتون بگیم که به تجربیاتتون افسوده بشه. ما وقتی که یک لشکر رو داشته باشیم، یک ارتش رو داشته باشیم که مربوط به یک دوره باشه، خب این ارتش نیازمند به این هستش که بیاد یک در یک جایی خب دوره ببینه، بیاد آموزش ها رو ببینه. خب چه جایی بهتر از این دشت؟ خب نگاه کنید، مسیر آموزش و مسیر اینکه بیان بهشون در طی یک پروسه کاملا کار خودشون رو بهشون یاد بدن که به چه شکل در درگیری ها، در نبرد ها بیان آماده باشن، که سکونتگاهشون کامل مشخصه که میبینیم بودن در اینجا، اتراق زدن، چادرهایی رو زدن و یک سری حرف و حدیث ها هم در مورد این مکان هست. حالا به همین شکل ما نیومدیم، به همین نحو بر طبق روایت ها و بر طبق گفته ها اینجا صد بسیار مشهور رو میبینید که حالا نمیگیم در کدوم محدوده هستیم، ولی خب خیلی جالب از بالا که میای نگاه میکنی راه زیبا رو در دل کوه میبینی، بعد میای نگاه میکنی فیلمایی رو دیدید که مثلا متاسفانه در کشور ما حالا بنا به یک سری دلایل کلیپ های باستانی و فیلم های باستانی به اون شکل درست نمیشه، ولی خب اگر این مکان ما در یک کشور دیگه ای بود که از اینجا بخوای وارد بشی و در اونجا نگاه کنی، میبینی با یک دره روبرو هستی که در فیلم های درسته که میان خیلی اغراقاتی رو در مورد تمدن های خودشون، تمدن روم، تمدن یونان، میان یک سری اغراقاتی رو در مورد کارهای خودشون به نمایش میذارن، ولی خب واقعیت اصلی ایرانه که میبینید الان اگر نگاه کنید میبینید به چه سبک بوده و اومدن در اینجا زندگی کردن و این راه بسیار خوشگل رو در دل این صخره در این ارتفاع اومدن درست کردن. خب اینها کار افرادی نیستش که در ایران بوده باشه و اینجا هم توضیحات خاص خودش رو داره. فقط به یک نکته ریز اشاره میکنم در اینجا، اونجا رو نگاه کن، اون تک سنگ، بریم جلو، یک تک سنگ مکعبی بیایم عقب. خب حرفی رو دیگه ما برای گفتن نداریم. این کلیپ تقدیم به تک به تک دوستان عزیزی که دنبال دیدن فرهنگ و تمدن اصیل خودمون هستید و آرزوی موفقیت رو براتون داریم. ما از بین برنده موارد خودمون نیستیم و از بین برنده تاریخ خودمون نیستیم و هیچ کسی رو هم به حفاری ما تشویق نکردیم، نخواهیم کرد و اینها فقط صرفا جهت آموزش غارهایی رو ما ممکنه که بر روی این رگه ها داشته باشیم و توضیحات خاص خودش، کما اینکه اون آخر رو شما اگر نگاه کنید. بله، آرزوی موفقیت رو برای تک به تک دوستان عزیز و گرامی رو داریم. خیلی جالب. خب هموطنان گرامی، این فیلم رو دیدید دیگه،
که این شخص اومد و این دره رو وصل کرد به یک تمدن، فقط آقا ارتباط داره به این تمدن، مشخصا این دره دیگه. خب اول از اینکه ما از این مدل تنگه ها داریم، در بیشتر نقاط ایران هستش که ایشون مشخصا فکر میکنه فقط در همین جا قرار داره. خیر، ما از این مدل بافت ها داریم، در بیشتر نقاط ایران هستش، در بیشتر نقاط ایران وجود داره. بعد از اونم ایشون، این شخص کوسار بادفر، میاد در این کلیپ میگه راه سنگی که به وجود اومده. مشخصا من تصویر بتونم بیارم رو اون راهی که ایشون داره میگه، رو این راه که داره میگه، این راه صخره رو تراشیدن، یعنی هنوز این مدل افراد نمیتونن حساب بکنن و نمیتونن بفهمن که مدل این سنگ ها که بیشتریشون در اثر بارون های اسیدی میریزه، در اثر رانش های طبیعی زمین این مدل راه ها به وجود میاد و اصلا شاخص های راه های چکشکاری بسیار فرق میکنه با یک راهی که خود طبیعت به وجود آورده در اثر رانش این گونه مسائل ریخته. حالا من بتونم دقیقا بیارم که هموطنان ببینند که تو طول فیلم برداریشم بود. از این زاویه که میای نگاه داخل لایف صحبت کردی برای خاندان ایلان و مشخصا این شخص داره میگه این راه و این سنگ ها کار دست بشره. خیر آقا، خیر نخبه باستان، کوسار بادفر، این در اثر رانش ها و چون که بیشتر این سنگ ها در اثر زلزله ها این مدل راه ها به وجود میاد، این راه ها کار دست نیست، کار طبیعت آقا. یعنی توی نخبه باستان شعورت نمیرسه که یک راهی که خود طبیعت به وجود آورده با یک راهی که دستسازه و چکشکاریه، چون که مشخصا راه دستساز چکشکاری و قلمکاریه، اصلا جای قلم ها مشخصه، از یک راه طبیعی شما نمیتونی تشخیص بدی و فکر میکنی این راه راهی که چکشکاری با دست اونو به وجود آوردن. خب ما باید برگردیم یک صحنه نشون بدیم که هموطنان بهتر متوجه بشن که خود این شخص هم تو فیلم برداریاش نشون میده. خب من تصویرش رو یه خورده واضح تر بیارم ببینم در کجا قرار داره. ای بابا بیا دیگه. این قسمت رو میبینید هموطنان گرامی، این قسمت مشخصا به مانند همین راهی که الان آقا داره میره، همین راه هم اونورم هستش و خود طبیعیه از ریزش سنگ ها این راه ها به وجود میاد و بعد از اونم به خاطر رفت آمده و راهایی که حیوانات از روم میرن، این راه ها خاکش کوبیده میشه به خاطر رفت آمد حیوانات. حالا میخواد دام باشه، حیوان وحشی باشه، چون که محل رفت آمد حیوانات بوده، خاکش هم کوبیده میشه. اما مشخصا الان این جایی که من علامت زدم دقیقا این همون راه، همین جایی که الان خود این شخص وایساده و داره روش راه میره و فکر میکنه این ساخته دست بشره. خیر آقا، ساخته دست بشر نیست. کاری که بخواد به دست بشر بخواد بره جلو، قلمکاری و چکشکاری خاص داره، نه که چیزی که از روی شکاف و ریخته شدن سنگ ها به وجود اومده در طی زمان، حالا زلزله میخواد باشه استقامت اون سنگ اومده پایین، باران های اسیدی میخواد باشه که سنگ رو میخوره و سنگ رو نابود میکنه،
عوامل بسیاری از این مدل دشت هایی هم که شما داری میگی در بیشتر نقاط ایران هست، در بیشتر نقاط ایران هستش. شما فکر بکنید هموطن گرامی اینا اسم خودشون رو گوشن نخبه باستان، کسی که نمیتونه یک راهی که دستاز بخواد باشه حتما باید چکشکاری و قلمکاری باشه، از یک بافتی که در اثر ریزش سنگ در طی هزاران سال یا میلیون ها سال به وجود اومده، نمیتونه اینها رو تشخیص بده، اصلا نمیتونه بفهمه. بعد این افراد شدن نخبه باستان. دقیقا همون جایی که من خط کشیدم، هموطنان که در این مناطق اصلا معلوم نیست کجا میره این فیلم ها رو میگیره، که فکر میکنه فقط انحصاری این چیزایی که این دیده فقط همیناست. خیر، دقیقا اونجایی که الان من خط کشیدم دوتا فلش زدم از بالا رو به پایین برن، دقیقا این همین راه اونورم هستش. و این راه ها در اثر زلزله یا در طی میلیون ها سال به وجود میان، و چون که مشخصا راه رفت آمده دام ارون ها میفته یا حیوانات وحشی میفته، خاکش کوبیده میشه، خاکش صفر میشه. یعنی همینو تو نمیتونی بفهمی نخبه یه باستان. بعد از اون رو نقطه دیگه، خب مشخصا در اینجا میاد این سنگ رو نشون میده. این سنگ باید از نزدیک بررسی بشه، که اگه بررسی بشه اینا سنگ های مسیریابه، جهت میدن. اینا رو من میدونم امثال شما ها کوسار با تا شعورشون نمیرسه، اما مشخصا به این مدل سنگ ها میگن سنگ های مسیریاب، جهت راه میدن. که حالا این جهت راه بخواد به سمت یک مقبره هدایت بکنه، به سمت یک معبد هدایت بکنه، مربوط به این گونه مسائله. این سنگی که دیدین، البته باید بدن نزدیک، باید این سنگ باید بررسی بشه که مسیرها رو بده، که ببینیم مسیر دقیق رو داره به کجا داره هدایت داره میکنه. اطراف خود اون سنگم بخواد باری داشته باشه، از 100% 30% احتمال داره، یا اصلا ما بخوایم بگیم 50%، 50-50. این نمیشه تایید کرد، نمیشه رد کرد، که مشخصا مثلا اونجا بخواد یه گوری رو به آدم بخواد معرفی کنه، چون از این فاصله است. اما بیشتر این سنگ ها سنگ های مسیریابن، جهت میدن، که مشخصا امثال تو که یک راه رو که در طی میلیون ها سال به وجود اومده که یک راه دستاز نمیتونی تشخیص بدی، دارم میگم که یک چیزی بفهمی نخبه باستان، که مشخصا حداقل اون فالوورهای شماها بفهمن که امثال تو هیچ درکی بابت آثار و علائم ندارن، بابت محیط منطقه‌ای هم ندارن. چون در کلیپ های قبلی هم اومدیم نشون دادیم که شما مشخصا یک تحویله رو که سنگچین دست گلدار یا اشاعره با قدمگاه اشتباه میگیره نمیتونی تشخیص بدی. وای به حال این گونه مسائل بزرگ، که اصلا نمیتونی بفهمی تو چه محیط هایی داری قدم داری میزنی. من فقط خواستم اینو هموطنان فقط بدونن و بفهمن که این مدل افراد هیچی بار مغزشون نیست.